امروز میخوایم درباره برگ بیدی با هم یه کمکی صحبت کنیم. پس آخر ویدیو با من باشید. گلدوسی سلام، به این ویدیو خیلی خوش اومد. اینجا گلدوسی و من آمارشم. امروز میخوایم درباره گیاه برگ بیدی با هم یه کمکی صحبت کنیم. برگ بیدی بومی آمریکای جنوبیه و جز اون دست از گیاهانی است که رشد خیلی سریعی دارن. انگار میگ میگ بود کارتونا، سریع رشد میکنن و بزرگ میشن و دارای گونه و مدل های خیلی خیلی زیادی هستن و اینکه شرایط نگهداریشون همشون حدودا شبیه همه. پس اگه چند نوع و چند گونه مختلف از برگ بیدی رو دارید، خیالتون راحت باشه که مثل هم میتونی ازشون نگهداری کنید. این گیاه از نظر نوری کم توقع است. اگه محیطی دارید که نور زیادی در اون محیط وجود نداره، این گیاه میتونه انتخاب خوبی برای شما باشه. توی تابستون هم گلهای خیلی خوشگلی از خودش بروز میده، ولی عمر این گلها کوتاه که معمولا یکی دو روز خراب میشن و پژمرده میشن و میریزن زیر گیاه. حالا بیاین بزنیم بریم شرایط نگهداری این گیاه و یک کمکی ریزتر با هم دیگه بررسی کنیم. آبیاری. این گیاه به آبیاری متوسط نیاز داره و بین دوتا آبیاری باید سب بدید که خاک گیاه کامل رو به خشکی بره، یا اینکه 3-4 سانتی متر تا 5 سانتی متر روی سطح خاکتون خشک بشه و بعد به گیاهتون آب بدید. و جز از اون دسته گیاهانی است که اگه رطوبت خوبی بهش برسه خیلی خیلی میتونه بهتر رشد کنه و خیلی شادابتر و پرنشادتر به نظر میرسه. یه نکته خیلی مهم یادتون نره فراموش کنید که توی زمستون حتما خیلی به گیاهتون کمتر آب بدید، چون معمولا موقع هوا سرد میشه گیاه برگ بیدی با آب کمتری نیاز داره و اگه آبیاری گیاه برگ بیدیتون زیاد باشه گیاهتون خراب میشه و از بین میره. پس این نکته رو حتما یادتون نره گوش بدید. این گیاه به شرایط نوری متوسط نیاز داره، ولی گیاه کم توقعی است همطور که گفتم و میتونه شرایط نوری خیلی کم هم تحمل کنه. البته نرید بذاریش توی کمد دربسته بگین که گیاه کم نوری است میتونه زنده بمونه و از رشد کنه، میمیرم روز اولی کار نکنید باشا. شرایط نوری کم در منظورم از شرایط نوری کم یه محیط سایه مانندیه که همچین بگید نور بهش برسه نرسه، حالا اینطوری شما برداشت کنید. ولی اگه شرایط نوریتون خیلی 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 کمه، گیاه و هفته یک بار تا دو بار در معرض نور بیشتر حتما قرارش بدید. دما. این گیاه عاشق گرماست، عاشق تابستون. اصلا تابستون که میشه کلی دست میزنه و خوشحالی میکنه و از سرما به شدت بدش میاد. اصلا سرده، کاپشنم کو، اصلا خیلی از سرما بدش میاد و دمای ایدال این گیاه بین 20 تا 30 درجه سانتیگراد هست و دمای زیر 10 درجه سانتیگراد هم به هیچ عنوان نمیتونه تحمل کنه. خاک. این گیاه خاک نیمه سبک رو دوست داره، پس ترکیبی از کوکوپیت، ماس بادی و مقدار زیادی پرلیت به صورت 50-25-25 میتونه ترکیب خیلی خوبی برای این گیاهتون باشه. دقت کنید برای بالاتر رفتن رشد گیاه هم میتونید توی فصول رشد مثل بهار و تابستون از کود تقویتی یا همون NPK یا کودهای تقویتی که توی بازار هستن استفاده کنید و به گیاهتون بدید تا هم رشد گیاهتون بیشتر باشه، هم گیاهتون شادابتر و پر انرژی تر و قوی تر باشه. بیماری ها. علت نرم و آبکی شدن برگ های گیاه. این مشکل یعنی گیاهتون سردشه و لرز کرده. باید حتما گلدون گیاه عوض کنید و به جای گرمتر انتقالش بدید. فقط مراقب باشید که تشعشعات دمایی به گیاهتون نرسه، نزدیک بخاری نذاریش یا نزدیک هیتر دستگاه گرم کن و همچنین باد گرمم بهش نخوره. علت لوله شدن برگهای گیاه برگ بیدی. این مشکل یعنی هوای که گیاهتون توش نگهداری میکنید گرم هست خیلی زیاد و یه خشک هست. حتما گیاهتون به مکان خنک‌تری ارتقال بدین و اسپری آب توی روزای
گرم سال یادتون نره حتما حتما روش انجام بدید. فقط یه نکته خیلی مهم رو رعایت کنید که به چشم میدم این نکته رو که رعایت نمی کنید، اینه که موقعی که نور خورشید روی برگ های گیاه هست به هیچ عنوان روش غبارپاشی نکنید. هر دونه آب، هر قطره آب مثل عدسی، مثل یک ذره‌بین عمل میکنه و اگه موقعی که نور خورشید روی گیاهتون باشه گیاهتون رو آب پاشی کنید، بدتر گیاهتون میسوزه و از بین میره. این نکته رو حتما 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 رعایت کنید. علت بلند شدن ساقه و کم تراکم بودن برگ‌های گیاه، این مشکل به دلیل کمبود نور و کمبود رطوبت صورت میگیره. اگه نور گیاهتون کم باشه و رطوبتش کم باشه، گیاهتون میره دنبال نور و رطوبت، برای همین سری ساقه خودشو افزایش میده که برسه به منبع نوری و برسه به شرایط ایدئال تا بتونه زندگی بهتری داشته باشه. ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردی. لایک و کامنت شدتون نره، نظر انتقاد پیشنهادی حرفی حدیثی هر شدتون مخواد توی کامنت برای من بنویسید. اگه توی اینستاگرام هستید سیو ویدیو حتما حتما بزنید، چون مطمئن باشین یه روز این ویدیو به درتون میخورن. این پس فردا مطمئن باشین برگ ویدیو میخرید میارید نمیدونی چطورش نگهداری کنید. سیو که زده باشین میگید آره اینطوری اینطوری هستا، پس حتما سیو بزنید. اگه تو یوتیوب هستین سابسکرایب یادتون نره بکنید، زنگولم یادتون نره فعال کنید و یه کامنت خوشگلی هم برای من همیشه بذارید، کلی من انرژی میده. تا ویدیو دیگه شاداب باشید.